درود بر شما. پنجم دی ماه 1399 خورشیدی و 25 دسامبر 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به مشخصاً بستگان مسئولان حکومت در غارت بانک سرمایه، به ویژه دو رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران. پرده آخرم آخر برنامه. چند تا مؤسسه اعتباری و مالی تو همین چند سال گذشته اعلام کردن ورشکست شدن، مردم بدبخت کردن، مدیراش رفتن، اما یه مؤسسه اعتباری دیگه زدن با مجوز بانک مرکزی البته همشو، و دوباره همون دور غارت تکرار شد. چند تا: کاسپیان، آرمان بهتر، سامن الحجت، پدید شاندیز، افضل توس، ایرانیان. یه ویژگی معمول بانک‌ها و مؤسسات شبه بانکی در ایران این است که هر کدوم یه نوندونی گنده واسه مافیای قدرته. بانک سرمایه یکی از همین هاست که از سال 94-95 زمزمه ورشکستگیش بود که بعضی از اقتصاددان‌ها حتی در سال 95 گفتن رسماً ورشکست شده بانک سرمایه. مجلس دوره قلب تا آخر فروردین 96، از زمان تأسیسش تا آخر فروردین 96 این بانک رو گذاشت زیر ذره‌بین، به اصطلاح تحقیق و تفحص کرد، اما هیچ کس ندانست. یعنی 96 اردیبهشت 96 تموم شد تحقیق و تفحص، هیچ کی ندونست تو تمام این مدت که چی شد اون نتیجه، چی شد. تا همین هفته پیش دکتر محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس دستش درد نکنه منتشر کرد متن تحقیق و تفحص مجلس، با این توضیح که حالا که قوه قضاییه داره در دادگاه علنی به پرونده بانک سرمایه رسیدگی میکند، کذا محرمانه نگه داشتن این گزارش توجیهی نداره. یک راه قانونی پیدا کرد برای اینکه اینو منتشر بکنه، دمش گرم. چرا؟ آخه چرا گزارش از اول نباید منتشر بشه؟ چرا نباید از اول در دسترس همه باشه؟ تحقیق و تفحص می شود که چه شود؟ خب برای اینکه آدم های متخصص، وکلا، رسانه ها به ویژه بخونن، برای مردم توضیح بدن، سرش بحث کنن تو رسانه ها، دستگاه قضایی هم البته وظیفه خودش انجام بده. این یه روند معمول تو کشورهایی است که وارد مدنیت شدن. تو ایران جمهوری اسلامی از اول یه مهر محرمانه میکوبن غیر قابل انتشار بالای همه 207 صفحه این متن تحقیق و تفحص مجلس. چرا؟ بگذاریم. ببینید، یک سال قبل از تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه عرض کردم زمزمه اعلام ورشکستگی بانک سرمایه می اومد. چه کردن اینا؟ اومدن یک نمونه کوچیک فقط براتون بگم، کافی است تا مبارزه با فساد آقایون رو در سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضایی و به قول خودشون دستگاه نظارتی و اینا بهتر بشناسیم. طی نامه شماره فلان شورای پول و اعتبار مورخ 28/5/94، آقای علی بخشایش مدیر عامل بانک سرمایه سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت 10 سال و دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره، آقای پرویز کاظمی وزیر دولت احمدی نژاد و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه و محمد رضا توسلی را به سلب صلاحیت حرفه‌ای به مدت 5 سال محکوم می‌کند. اما بعد از ابلاغ این رأی، آقای پرویز کاظمی در همان سال از دیوان عدالت اداری نامه لغو محکومیت خود را اخذ و به بانک مرکزی ارائه می نماید و آقایان علی بخشایش و محمد رضا توسلی بدون توجه به این احکام در بانک سرمایه با همان سمت قبلی مشغول به فعالیت بودند در همین سالها. شلوغ میکنن، گرفتیم فلان فاسد، بکشیم اینا، حکم میدن، بعد یارو دوباره همون تو هم فرداش میره سر میزش میشینه. و خیلی تابلوست که بعد از همین محاکمه اخیر، همین دادگاهی که دارین میبینین، رئیس دادگاه میگوید وکلای بانک سرمایه جبران ضرر نخواستن، جبران ضرر از متهمان رو نخواستن، بنابراین ما به عنوان مدعی العموم وارد میشیم، کار خودمونو میکنیم. قبلی 3 میلیارد تومان بوده و الان با توجه به اینکه اگر بانک سرمایه در جلسات دادگاه تقاضای مطالبه ضرر زیان رو تقدیم دادگاه میکرد، قطعاً قرار تأمین کیفری که برای آقایون صادر میشد از تناسب بیشتری برخوردار بود، ولی چون
خواهان مطالبات مالی نبودن، ما بر اساس مجازات پیش بینی شده در قانون براشون قرار تامین صادر کردیم. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که بدانید که چارچوب و هدف دادگاهی اقتصادی به اصطلاح فقط نمایش مبارزه با فساد، وگرنه انصافا اگه قرار بود ریشه مبارزه با فساد در بانک سرمایه رو بزنن، اولین کسی که باید میرفتن سراغش حضرت سردار قالیباف بود. همین رئیس مجلس فعلی که با دادن نزدیک 40% سهام بانک سرمایه مفت به ریختگران، راه‌های بعدی رو قشنگ صاف کرد. میگم الان بانک سرمایه به عنوان بانک، پرونده قالیباف خیلی کلفت‌تر از این حرف هاست. تو هر برنامه ناگزیر هر موضوعی رو که بررسی میکنیم به اونم بس میشه. حالا یکیش اینجاست، بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی سال 84 تأسیس میشه، به عنوان بانک خصوصی حدود 40% سهامش مال شهرداریه، 150 میلیارد تومان اون موقع سال 84. قالیباف شهردار اولین کاری که میکنه وقتی که شهردار میشه سال 84، میاد کل سهام شهرداری تو بانک سرمایه رو به اسم بهروز ریختگران میکنه، در واقع به اسم خانواده ریختگران. جدول رو ببینین تا خدمتتون عرض کنم. ببینین دیگه، ببینین مثلا قانون اجازه نمیده که بیش از 5% بانک متعلق به یک نفر باشه. زن و بچه و فامیل رو برمیداره میاره به بهروز خان، به اسم حاج بهروز ببخشه، به اسم اینا میکنه بانکو 5% 5% 5% که رو هم بشه 38% 38% و 5/10. اون قانونشون و طرز اجرای قانونشون انصافا منو کشته. خیلی قانون مدارن اینا، اینجوری میان مثلا همه کارشون هم همینجوری که بگن ما همه چیمون قانونیه، همه چیمون، همینجوری هم انتخاباتمون، همه چیمون فلان اینا. قرار میشه 38% بانک سرمایه رو خانواده ریختگران بگیره، به جاش در قبالش 150 میلیارد تومان همون سهم شهرداری تو بانک سرمایه، میلگرد و آهن مورد نیاز شهرداری برای ساختن تونل توحید رو تامین کنه بده بهشون. برادران ریختگران اسفونی میشن بزرگترین سهامدار بانک سرمایه، بدون اینکه یک قرون بدن و یک سانت میلگرد تحویل بدن. مقرر شد که معادل حدود 40% سهامی که ابتیا شده بود در بانک سرمایه رو به عنوان ثمن معامله به آقای ریختگران انتقال بدن. این انتقال در بخشی در 25/1 سال 1387 اتفاق افتاد و در قبالش هم ریختگران 14 میلیارد 850 میلیون تومان سود سنوات سال 86 بانک سرمایه رو ایشون دریافت کرد. سود سال 86 با توجه به اینکه سهام شهرداری در سال 86 در اختیار خودش بود و این قرارداد در 19/12/86 نوشته شده بود، اصلا آقای ریختگران مستحق اخذ این سود نبوده، ولی چون تشریفات رعایت نشده بود، ریختگران قبل از اینکه میلگردی تحویل بده سهامدار میشه، سود سهام سال قبل رو هم میگیره و خیلی زود کار به اختلافات جدی کشیده میشه. آقای ریختگران اعتقاد داشت که من 80000 تومان میلگرد آوردم توی انبار عدل اکبری گذاشتم و شهرداری نمیاد تحویل بگیره. بانک عدل اکبری یه رسیدی رو امضا کرد و تایید کرد که معادل حدود 79800 تن میلیگرد وارد این انبار شده و در این انبار موجوده. اینو آقای ریختگران برداشت به شهرداری با یه نامه ارسال کرد که من میلیگردام حاضره، شما بیاین تحویل بگیرید. نیروهای شهرداری مراجعه کردن، دیدن میلیگردی وجود نداره. روزی که مراجعه کردن گفت شما دیر کردین، اینا میلیگردا رو برگردوندن 80000 تن میلیگرد. بعد اون زمان نیروها گفتن که آقا 80000 تن میلیگرد خیلی میزانش زیاده، شما چجوری در عرض دو روز 80000 تومان میلگرد برگردوندین؟ یه دروغ آشکار. ریختگران درخواست 57-58 میلیارد خسارت کرده بود بابت فقط خالی کردن و بارگیریش. از یه طرف سهام رو انتقال داده بود وکالتاً، از یه طرف هم دو تا عضو هیئت مدیره آقای ریختگران در بانک مستقر بودن، از یه طرف دیگه هم داشت سود میگیره، یعنی شهرداری دستش چیزی به جای بند نبود. آیا اصغر شکری از معدود آدمایی بود که می‌خواست جلوی این قرارداد رو بگیره؟ به عنوان نماینده تام الاختیار شهرداری و شورای شهر میره تو جلسه با حضور نماینده شورای شهر، نایب رئیس شورای شهر که حالا خواهم گفت کی بوده، که فکر می‌کرده میتونه با تکیه، یعنی آقای شکری فکر می‌کرده میتونه با تکیه به اسناد قطعی پول شهرداری و بانک سرمایه رو
برگردونه. نشستم و شروع کردم به این که شما حقوق این فرد رو که پشتوانه اسلامه، پشتوانه نظامه، همه رو تضییع کردیم و مسئولیم. او ما رو مؤاخذه میکرد که شما مسئولی نسبت به این که حق این فردی بود. گفتم آقای دکتر، ایشون بابت این موضوع چند ریال پول آورده تونست این سهام بخره؟ که مواجه با سکوت شد، چون پولی واقعا نیاورده بود. گفتم شما میگین در رابطه با اینکه ایشون میلیگرد 80,000 تومان آورده ما تحویل نگرفتیم، اینم جعلی که اقرار این فرد که مبنی من این 16 میلیون تومان از آقای ریختگران رشوه گرفتم تا اینو نوشتم. من در اون دفتر بنگاه عدل اکبری شخصا جلوی من این اظهارات رو نوشت این شخص. گفتم بس شما چه توجیهی دارین؟ کاری که نکرده، پولی که نداده، سهامی که گرفته، سودی که گرفته، شهردهای تهران رو با 350 میلیارد ضرر مواجه کرده ایشون. نهادهای بالادستی آخرش نمیذارن، حتی بر اساس گزارش کارشناسی رسمی که دوباره با فشار همین آقای شکری میشود، دادگاه علیه ریختگرانا حکم بدهد، نمیدهد. این نهادهای بالادستی که پشت ریختگرانن و به قاضی امر و نهی میکنن و قوه قضاییه و شهرداری و شورای شهر و صدا و سیما همه تو منشتشونه، کیان؟ از بیت رهبر عزت الله زرقامی که سالها رئیس صدا و سیما بود، از سپاهیان قدیمی محبوب رهبر و منصوب او در شورای عالی فضای مجازی، همیشه هر کاری هر منصبی داشته این عزت خان در جمهوری اسلامی رهبر معظم مستقیم منصوبش کرده. این آدم نماینده ریختگران ها میشه، یعنی نماینده یک کلاهبردار کلان، دومین بدهکار بانکی کشور به قول خودشون، که فقط با رانت و حکومت میتونسته به این همه ثروت برسه که کلش از کشور خارج شده. چند نفر از اول پشت ریختگرانا بودن؟ قالیباف رو که گفتم، زرقامی رو که گفتم، سردار مرتضی طلایی همشهری ریختگرانا که نگفتم، رئیس پلیس تهران بود زمان حمله به کوی دانشگاه سال 78، جنایتایی که شد، عضو شورای شهر تهران بود از سال 86 تا 96، 3.5 سال نایب رئیس شورای شهر تهران بود. به من زنگ زد و شروع کرد به تهدید کردن که شما نمیتونین اینجوری برخورد کنین، و منو تهدید کرد به اینکه شما دیگه اونجا نباشین به نفع شماست. در سال 1390 منو تهدید کرد. خود آقای ریختگران صراحتا به من توی پلای دادگاه تجدید نظر به من گفته بود که من کاری میکنم تو رو از این پست بردارن، تو رو برکنار کنن، و همین هم شد. ایشون دوستان ما به ما گفتن که بهتر یه مدت استراحت کنیم، ما یه چند سالی رو رفتیم برای استراحت. ریختگران ها از بانکی که حدود 40% سهامش رو بدون پرداختن یک قرون گرفته بودن، به اسم این اون صدها میلیارد تومان وام و تسهیلات میگیرن و پس نمیدن. تو دادگاه بانک سرمایه به یه تعداد از این موارد پرداخته شد، یه درم حکم زندانهای 5 سال به بالا تا 20 سال دادن، که انصافا نمیدونم، انصافا نمیدونم، نه شما میدونین نه کسی دیگه میدونه جز خود همین حضرات همسفره، که چند تا از این قربانی های حلقه های درونی مافیای حاکم زندان رفتن یا الان زندان هم. مثل هادی رضوی، دوماد محمد شریعت مداری، وزیر کار و رفاه این دولت و وزیر رفاه و همه کاره دولت های قبل از احمدی نژاد و متصل به بیت رهبر معظم محمد شریعت مداری. ببینید فقط یک فقره حدود 10,000 میلیارد میگیره هادی رضوی، دوماد محمد خان، حاج محمد شریعت مداری، ببخشید، 10,000 میلیارد میگیره، باز بانک سرمایه نمیده، اعلام ورشکستگی میکنه، بانک هم به قول خودشون در مشارکت مدنی حلش میکنه. این هم اصطلاح بانکی هست تو جمهوری اسلامی، در مشارکت مدنی حلش میکنه. یه درم که میفرستن اون ور آب وقتی که میبینن یه خود قضیه خراب شده، مثل ابراهیم یاوری مدیر عامل پتروشیمی اصفهان، الان کاناداست، یه قلم 170 میلیون دلار فرستادن تو دو تا شرکت در امارات به اسم سرمایه گذاری، گفتن نداریم بدهیمون به پالایشگاه اصفهان بانک سرمایه بدیم، به اسم پتروشیمی اصفهان بده کار بودن. پتروشیمی اصفهان ورشکسته اعلام شد، مدیر عاملش هم خود دکون رو بس رفت کانادا. ببینین بهروز ریختگران، بهروز ریختگران اصفهانی طبق روزنامه رسمی به شماره فلان مورخ 28 آذر 94
در شرکت پتروشیمی اصفهان به شماره ثبت فلان عضو هیئت مدیره است. او به نمایندگی شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا سهامی خاص به عضویت این شرکت سهامی عام در آمده است و همکار مهندس اکبر ترکان از چهره‌های معروف صنایع در دولت‌های قبلی و همچنین در دولت حسن روحانی است. آقای ترکان اکبر نماینده شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری است. پتروشیمی اصفهان سال 92 تعطیل میشه. برادران ریختگران هم 4000 میلیارد ریال به پتروشیمی بیستون بدهکارن. ها؟ میگم ورشکست تعطیل. منتها از در میرم بیرون که از پنجره بیان تو. ورشکستی که باید بانک و نهادهای نظارتی به قول خودشون این شرکت ورشکسته معظم رو باید تحویل یکی دیگه بدن. چی میشه؟ گوش کنین کی میشه میاد میشه اون وقت هیئت مدیرش رو بره اون مدیر عاملش و اینا. در سال 94 حمید ستوده‌فر به نمایندگی از شرکت فروگاز به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی اصفهان انتخاب میشود. شرکت فروگاز از جمله شرکت‌های اقماری برادران ریختگران است. شهروز برادر بهروز و فیروز همه‌شون هم اوز دارن. شهروز برادر بهروز و فیروز عضویت هیئت مدیره آن را در اختیار دارد. تیر 98 بهروز و فیروز ریختگران ظاهراً به 15 سال حبس محکوم شدند. منتها هیچ جا نه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس این تو تمام این 27 صفحه هیچ جای این گزارش نه در پرونده بانک سرمایه نه تو دادگاه جا هیچ اسمی از اکبر ترکان شریک ریختگران نیست. آقای امیر مقدم که قبلا تو دولت روحانی بود و چند سال است که کار شده افشای لایه‌های فساد حکومتی که امیدوارم از این آدمو بیشتر بشن، نوشته است فرزانه ترکان، خواهر اکبر ترکان، عضو شورای عالی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، در پوشش شرکت آفتاب صبح آزادی کیش مشغول راندخاری و دلالی در کیش است. در حالی که این عکسی که دیدین و خیلی دلتون میخواد زودتر بدونین که مائده ترکان، دختر اصغر ترکان که به حاج اکبر ترکان میگه عموجون، ایشون هم در شرکت‌های خانوادگی. یه بار دیگه این عکس اگه میتونیم نشون بدیم، این عکس‌ها رو، یعنی حالا سریع رفتیم. فرزانه ترکان خواهر اکبر ترکان، مائده ترکان دختر اصغر ترکان هم در شرکت‌های خانوادگی 3157 کارخانه سکار گچ ملکشاهی، اسم شرکت ببینید تو کیش، بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش، آفتاب صبح آزادی کیش و در شرکت‌های کشتیرانی ولفجر به واسطه حضور اصغر ترکان بابا جونش اونجاست. اصغر ترکان مدتی هم با رانت اکبر ترکان نماینده ایران در ایکائو سازمان هواپیمایی کشوری بوده. همچنین در هیئت مدیره شرکت‌های هواپیمایی مثل آسمان عضو هیئت مدیره بود، هست. و فقط ببینین این همسفره‌ای با اصغر و اکبر ترکان و با دیگرانی که خواهم گفت که به راحتی در باعث میشه که به راحتی در عرض 4 روز فقط 200 میلیارد میریزن به حساب بهروز ریختگران. یکیش 10/4/88 دارین میبینین، یکیش 14/4/88. هر بار 100 میلیارد میریزن به حساب آقای ریختگران. شما حسابش هم نوشته. در 14 جلسه دادگاه بانک سرمایه 26 آبان 99 نماینده دادستانشون با اشاره به نقش فردی به نام امیر حسین کریمیان که در اظهارات متهم روحی به آن اشاره شده بود گفت امیر حسین کریمیان فردی است که شبکه‌ای داشته و دارای اسناد جعلی است. او متولد آرژانتین است اما خانواده‌اش در ایران هستند. او در دادگاه استان البرز پرونده دارد اما اکنون متواری است. امیر حسین کریمیان که همون تو همون دادگاه گفتن و تو اسناد دادگاه هم نوشته داماد سردار تورج دال زه. این از زمان محاکمه بابک زنجانی بیزه باب شد. حالا سردار تورج دال زه، یعنی تورج دهقانی مقدم. منو هم چرا اینجا زه گذاشته، میرسیم حالا بهش. تورج دهقانی زنگنه، من اشتباه کردم. و
بله. آقا داماد تورج دهقانی زنگنه است که در یه پرونده دیگه حکم زندان گرفته به گفته نماینده دادستان، همین دادستان قهرمانی. دوماد سردار تورج دهقانی زنگنه به اسم آقای امیر حسین کریمیان قبلا در کرج محکوم شده است، حبس ابد گرفته، اما باورتون راحت بشه که قانونی از کشور خارج شده. روادی پاسپورت. دوماد تورج دهخانی زنگنه رئیس فعلی سازمان هواپیمایی کشوری که قبلا هم تو هواپیمایی آسمان و معراج بوده، در همکاری با قاسم سلیمانی و نیروی قدسش و به همین دلیل در تحریم بین المللی است، از طریق شرکت‌های گلگون تجارت، لوله سازی زاگروس، باران تجارت، از بانک سرمایه با جعل سند، چون اصلا شغلش جعل بوده، جاهل بوده، با جعل سند صدها میلیارد تومان وام گرفت و پس نداد. نداد. او به گفته آقای قهرمانی نماینده دادستان در دادگاه بانک سرمایه سال 95 در پرونده کرج به حبس ابد محکوم شد اما زندان نرفت. امیر حسین کریمیان دوماد سردار تورج زنگنه حاج تورج، عبدالله رنجبر شوهر خواهر لاریجانی ها، احمد شاهرودی دوماد هاشمی شاهرودی و منباقر شاهرودی گلپسر هاشمی شاهرودی فراری اند. دوماد شاهرودی و پسر شاهرودی منباقر رفتن عراق موندگار شدن. حالا میگم که اونا دیگه چرا. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، ملک لواسان به مبلغ 2 میلیارد ریال ارزیابی می شود، یک خود بیشتر 2 میلیارد ریال ارزیابی می شود. ملک مورد تهاتر جهت تسویه دویونه، یعنی وام های عقب افتاده شرکت های وابسته منتسب به آقایان امامی و سید احمد هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از 3 ملکی است که تهاتر گردیده است. این ادبیات اینا منو کشته. و به موجب مبایعه نامه قیمت، به موجب اون چه برگه خرید، قیمت ملک پلاک ثبتی شماره فلان به میزان 720 میلیارد ریال برآورد و مورد محاسبه قرار گرفته است. یعنی چی؟ یعنی دوماد قاضی قضات مملکت اسلامی 2 میلیارد میده به عنوان وثیقه، 2 میلیارد ملک لواسان و ملک 2 میلیارد ریال، 2 میلیارد میده، به جاش 720 میلیارد میگیره. ببینید جدول از گزارش تحقیق و تفحص مجلس. 3270 میلیارد گرفتن از بانک سرمایه بدون یک قرون وثیقه. این جدول صفحه 155 گزارش تحقیق و تفحص مجلس رو نمیدونم داریم یا نه، حالا من میگم براتون. چند تا شرکت مال گلپسر و برادرزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی هست، آیت الله هاشمی شاهرودی، شرکت مرین مال پسر و برادرزاده هاشمی شاهرودی، احمد شاهرودی برادرزاده است، تا یه ما قبل از شروع دادگاه ممنوع الخروج بوده. ممنوع الخروجیشو ور میدارن وقتی دادگاه میخواسته برگزار بشه، ایشون هم متواری است. سید احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد عراقی الاصل مرحوم هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضاییه است که در بسیاری از شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی نامش در کنار سید محمد امامی دیده میشه. در کل تا اینجای کار 6 شرکت شناسنامه دار مرتبط با شبکه امامی حدود 261 میلیارد تسهیلات و ضمانتنامه میگیرن که با سود و وجه التزامشون حدود 347 میلیارد تومان بدهکار میشن و بعد برای تسویه این بدهی‌ها املاکی رو برای تهاتر به بانک معرفی میکنن که با گران نمایی این املاک به میزان 519 میلیارد تومان علاوه بر تسویه بدهی ها یه چیزی هم طلبکار میشن. اینا پشتشون به کجا گرمه که واقعا سیرمونی ندارن؟
برخی مدیران وقت بانک در دادگاه از فشارها و اسمهایی یاد کردند که قابل تأمله. دو تا نامه هستند آقای دکتر، ملاحظه بفرمایید. این دو خط آخر ملاحظه بفرمایید، خواهشن شایان ذکر است. در صورت عدم رسیدگی و حصول نتیجه از این مسیر پیشنهادی، این شرکت برای استیفای حقوق شرعی و قانونی خود مراجعه به مراجع زیستالا از قبیل بانک مرکزی، شورای نگهبان قانون اساسی، مراجع اعزام و سایر مراجع قضایی مرتبط را برای خود لازم و محفوظ می داند. امضا آقای سید احمد هاشمی شاهرودی. سید محمد باقر هاشمی شاهرودی فرزند مرحوم شاهرودیه که به گفته او سابقه آشنایی سید محمد امامی با خانواده شاهرودی به سالها قبل برمیگرده. امامی هم کلاسی دوران نوجوانی سید باقر در قم بوده و اساساً واسطه آشنایی سید محمد امامی و سید احمد شاهرودی و شروع شراکتشون هم خود سید باقر بوده. خب واسطه آشنایشون یه آدم بوده، ولی سابقه آشنایشون، سابقه آشنایی اصولا خانواده هاشمی شاهرودی، اگر من باقر همکلاسی محمد امامی بوده، ولی دیدین تو این فیلم دیگه عکس من باقر رو در کنار مشتبه خامنه ای. سابقه آشنایی خانواده هاشمی شاهرودی به عنوان هاشمی شاهرودی به عنوان استاد علی خامنه ای تا همین اواخر بسیار بسیار نزدیکتر و قدیمیتر از هر پیوند خانوادگی بود. است برای همینه که باقر هاشمی شاهرودی، گلپسری که دیدین، با مشتبه خامنه ای نزدیک است و خب دیگه همه ثروت مملکت زیر نگین قدرتشونه. اسم محمد امامی رو، اینا مهمه، اینا دادگاه اسم محمد امامی رو خیلی گنده کرد تو بدهکارهای بانک سرمایه، واقعا برای اینکه دور بزنه به اصل کاری نپرداز. میگن 16,000 میلیارد تومان اختلاس شده، بدهی محمد امامی یکم بیش از 1,000 میلیارد تومان هست مربوط به، یعنی محمد امامی 1/16 اینه طبق کیفرخواستشون. بدهی آقای امامی در سه محوری که عرض کردم حدوداً بیش از 2500 میلیارد تومان بدهی فعلیشه. این شبکه‌ای که آمدن 509 میلیارد تومان ضمانت نامه گرفتن، همین شبکه نزدیک 200 میلیارد تومان از بانک رفاه به غارت بردند. همون متهمان وقتی بانک سرمایه پرونده بانک رفاهشون رو جمع کردن و به عبارت اونجا رو تخلیه کردن، همون تیم هدایت شدن به بانک سرمایه. لذا همین خیلی از این آقایون که اینجا هستن در بانک رفاه هم پرونده دارن. در این پرونده مجموع وجوهی که آقای امامی و شبکه زیر مجموعش تحصیل کردن 1,015 میلیارد تومان، حالا یه مقدار این منو برداره، 1015 میلیارد تومان تحصیل مجرمان. نکته مهم اینجا این است که در پرونده قسمت بانک سرمایه، در قسمت بانک سرمایه دو تا سرشبکه وجود داره. یکی آقای امامی است، هدایت شبکه داخل رو انجام میداده. یکی آقای امیر رضا فرزانه راد هست که هدایت شبکه خارج رو انجام میده، در از کشور متواری است. آقای امامی 1015 میلیارد تومان تحصیل مجرمانه داشته در این فرآیند. برای اینکه بخواد برای خودش پوششی درست کنه که توضیحش رو با اسناد عرض خواهم کرد، میاد اقداماتی در حوزه سینما انجام میده برای اینکه القا بکنم من دارم خدمت فرهنگی میکنم، غافل از اینکه از این 1015 میلیارد تومان نزدیک 5%ش آورده در سینما، بقیه‌اش از کشور خارج کرده. ایشون اگر میخواست به حوزه سینمای کشور خدمت بکنه 1000 میلیارد اگه میآورد تو سینما، ما امروز با غلاظ و شداد باهاش صحبت نمیکردیم، میگفتیم حالا یه خدمتی به سینمای کشور کرده، در روستاهای ما سینما ساخته، مشکلات معیشتی سینمایی ها رو حل کرده. ایشون پول رو تماما بردن از کشور، لاشه های پول رو آوردن در حوزه سینمای خانگی. گیرم همش درست. 16000 میلیارد تومان بقیه رو کی خورده و برده؟ 15000 میلیارد تومان بقیه رو کی خورده و برده؟
چلو نمیدونم چند تا متهم داره این پرونده، اونجوری که نماینده دادستان و همین که دیدینشون دادگاه اینا اعلام میکنن. حسین هدایتی دولابی که با هدیه دادن به باشگاه پرسپولیس پولشویی میکرده تا پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، اینا همه برگای سوخته و چند تایی که میشه جاشونو پر کردن واقعا توی دادگاه اینا مطرح میشن. کیا مطرح نیستند و چون مطرح نیستند این چرخه فساد ادامه دارد. خانواده و فامیل حکومتی ها تا حدی گزارش تحقیق و تفحص مجلس این موضوع رو مطرح کرده بدون ذکر وابستگی ها، تا حدی اسم چند رو آورده، اسم خیلی ها رو نیاورد، اسم اونا رو هم که آورده بدون وابستگی های عرض کردم فامیلی، بدون و بدون اسم آوردن از همه این مافیای فامیلی. بانک سرمایه علارغم کفایت سرمایه، عدم کفایت سرمایه و منفی بودن سرمایه پایه به دلیل زیان انباشته در سالهای 94 و 95 اون موقع که گفتم زمزمه ورشکستگیش می اومد و عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و تابعه، مبلغ 3770 میلیارد ریال به شرکت توسعه پایدار قشق پرداخت کرد. ببینین حسابش منفیه، خود بانک منفیه، میاد 3770 میلیارد ریال به شرکت توسعه پایدار قشق پرداخت میکنه. با توجه به پرداخت چنین مبلغ کلانی به میزان سرمایه بانک به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه، جای تعجب است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهاد ناظر بر عملیات بانک کشور هیچ عکس‌العمل قابل قبولی را ارائه نکرده است. این توسعه پایدار قشم با یه شرکت دیگه شریک میشه وقتی میخوان کلون کلون از بانک سرمایه بردارن. در پرونده‌های مربوط به تخلفات بانک سرمایه نام شرکتی با عنوان امیر تجارت هرمس به چشم می‌خورد که مدیر عامل آن متهم به دریافت 250 میلیارد تومان از یکی از شرکت‌های بانک سرمایه تحت عنوان شراکت در سرمایه گذاری است. این شرکت در سال 84 با سرمایه 1 میلیون تومان، توجه بفرمایید، با سرمایه 1 میلیون تومان و در حوزه تجهیزات پزشکی ثبت شد. سرمایه این شرکت یک سال بعد به 10 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و کاربری آن هم از حوزه پزشکی به حوزه پروژه‌های ساختمان‌سازی تغییر کرد. کجا بکوبم کلمو؟ بعد از این تغییر حوزه کاربری، سجاد کاشف به عنوان مدیر عامل شرکت و شریک او، اشکان ترخورانی شوهر خواهر بهروز ریختگران، قراردادی 400 میلیارد تومانی برای ساخت یک مجتمع تجاری در اصفهان با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشق که یکی از شرکت‌های وابسته به بانک سرمایه است منعقد می‌کند. مدیر عامل امیر تجارت هرمس آقای سجاد کاشف، ایشون دهه 60 ان، هنوز 40 سالش نشده. ملک قرچک کمربند شمالی، شرکت سوربان گستر تویور وابسته به آقای رنجبر، این هم خدمتتون بگم، فامیل مام صادق لاریجانی، صفحه 49 بند 14 گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره 800 میلیارد ریال وام پسنده رنجبر پسرعمه لاریجانی ها که با احتساب سود و جرائم تأخیر تا تاریخ 9/6/94 بالغ بر 366 میلیارد ریال شده است. میگن با یه ملک بیاییم بدهی رو صاف بکنیم دیگه، تهاتر بکنیم به قول خودشون، به جای پول ملک بدیم. ملک نصف بدهی میارزه. جهت تادیه دیون معوقه شرکت سوربن گستر تویور بابت اصل تسهیلات مشارکت مدنی که عرض کردم، مشارکت مدنی یعنی بمالونیم به هم بره همینجوری، مشارکت مدنی به مبلغ 800 میلیارد ریال که در مورخ 19/8/92 به نرخ 28% اخذ شده بود که با احتساب سود و جرائم تأخیر تا تاریخ فلان بالغ بر 366 میلیارد ریال شده است. این بدهی با ملکی به پلاک ثبتی شماره فلان با آدرس قرچک ورامین کمربند شمالی جنوب میدان فردوسی فلان 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 به کارشناسی آقایان فلان و فلان در مورخ 12/5/94 ارزیابی و تهاتر گردید بر اساس اطلاعات واصله. ارزش این ملک نصف قیمت کارشناسی است. آقای رنجبر که پسرعمه لاریجانی
تو تقریق دفاظ مجلس اومدی. یعنی یه قلم فقط 70 میلیارد تومان رفت تو گلوی پسرعمه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه اون موقع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موقع. یه قلم 70 میلیارد تومان با کلک با حقه. بعد اینم یک ماه قبل از دادگاه ممنوع الخروجیش برداشته میشه. اینم ممنوع الخروج بوده به خاطر اینکه اینا رو داشتن بررسی میکردن دیگه. ممنوع الخروجی پسرمه برداشته میشه، ایشان هم متواری است. عبدالله رنجمر، پسرمه لاریجانی، امیر اردشیر لاریجانی، اینا فارغ از اینکه کیان که باید ده ها شرکت داشته باشن و بخشی از واردات خوراک دام و گوشت مرغ دست اینا باشه، بدهیشون به بانک سرمایه چی شد؟ حالا که مثلا داریم به حساب بانک سرمایه میرسیم. آگهی اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 5/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای عبدالله رنجبر میبینین دیگه، به سمت رئیس هیئت مدیره، پسرمه لاریجانی، بهمن اصلانی نایب رئیس، امیر اردشیر لاریجانی عضو هیئت مدیره، یدالله رنجبر به سمت عضو هیئت مدیره، صابر یونسنیا به سمت مدیر عامل، حق امضای کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها با امضای 2 نفر از 4 نفر هیئت مدیره معتبر است. یعنی پسرعمه و عبدالله و امیر اردشیر لاریجانی امضا کنن، حل. تو حساب پسرعمه میبینیم که چقدر خورده این آدم. فقط از یه شرکت سوربن گستر تویور نزدیک 2500 میلیارد ریال برداشته با گذرنامه رسمی از ایران خارج شده. متواریست. نه رنجبر پسرعمه لاریجانی، نه گل پسر و برادر زادش و هیچ کدومشون تحت تعقیب قضایی حتی نیستن. اولین کسی رو که گرفتن سر اختلاس بانک سرمایه، ببینین میگه دیگه همه چی رو، اولین کسی رو که گرفتن شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بود، سال 95 گرفتنش، با پیگیری چندین ماهی دولت و وزارت اطلاعات مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شد. درست یه سال بعد 1 مهر 96 مجلس ختم مادر بدخواهی وزیر آموزش پرورش وقت بود. قندالی هم اونجا بود. در حالی که هنوز پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مفتوح است، متهم اصلی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی که سال گذشته بازداشت شده بود، آزادانه در مراسم والده بدخواهی حضور داشت. کی آزاد شد؟ اتهامش که روشن بود، خودشون گفتن، وزارت اطلاعات دنبالش بود، فلان بود، همه دستگاه فلان. چی شد؟ روشن شد؟ محاکمه شد؟ نشد؟ حالا میشد چی میشد؟ کیو محاکمه میکرد؟ در نظام پولی سالم و شفاف شهاب‌الدین قندالی مجرمه، چون در دوره مدیر عاملیش 100 میلیارد تومان از صندوق به صورت وام پسنده از بانک سرمایه و با جعل سند و اینها غارت شده و او مسئول بوده و او وام داده. در واقع او مسئول بوده چون مدیر عامل بوده. از کجا وام داده؟ از 5% حقوق ماهانه فرهنگیان که هر ماه ازشون کسر میشه، میره تو صندوق ذخیره فرهنگیان. خب این آدم مجرم، ولی همه مگه تو این نظام مقدس سالمن؟ مگه دیگه هیچ کس مجرم نیست؟ 95 منو بازداشت کردیم، 23 اسفند 95 بنده رو با وثیقه آزاد کردیم، حدود 6 ماه اینجا یک گپ 6 ماه نه 5 ماه مثلا 5 ماه شاید 5 ماه خورده کمتر. مجلس اتاق داشت تو بانک سرمایه تحقیق تفحص میکرد، نیرو داشت 24 ساعت اونجا، سازمان بازرگانی که کل کشور اتاق داشت 24 ساعت اونجا هر روز مستقل، وزارت اطلاعات اونجا حضور داشت مدام رصد می‌کرد، حفاظت سپاه اونجا حضور داشت مدام رصد می‌کرد، دادستانی آقای قهرمان دیگران هم اونجا عامل داشتن مدام رصد می‌کردن. تو این فاصله حدود 600 میلیارد تومان ضمانت‌نامه خلاف برای آقای ریختگران سهامدار عمده دیگه بانک شما صادر کردید. ریختگران یکیشون بود، همه نهادهای حکومتی در خدمت دزدان گردن کلفت سفره مردم، گل پسر و برادرزاده شاهرودی، دوتا دیگه شون، اینا میرن شرکت میزنن با سرمایه 6 میلیارد تومان. با سرمایه 6 میلیارد تومان بدهیشون به بانک چقدر اون وقت؟ 35 میلیارد تومان. چجوری میشه؟
شرکت مذکور به شماره فلان در تاریخ 13/6/90 با موضوع صادرات و واردات، ترخیص، فروش کلی کالاهای مجاز و بازرگانی به ثبت رسید. با عنایت به آگاهی تغییرات فلان 29/8/92 به شرکت سهامی خاص تبدیل می شود و سرمایه ثبتی آن 60 میلیارد ریال 6 میلیارد تومان تعیین شد و اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقایان سید احمد هاشمی شاهرودی رئیس هیئت مدیره، برادرزاده قاضی‌القضات، محمد امامی نایب رئیس، سید مهدی هاشمی مدیر عامل. بر اساس استعلام به عمل آمده از سامانه بانک مرکزی در تاریخ 9/9/92 توسط شعبه قشم، آقای سید مهدی هاشمی مدیر عامل شرکت دارای 350 میلیارد ریال بدهی نزد شعبه کوی نزد و 50 میلیون ریال نزد بانک تجارت شعبه سالاری است. چرا؟ چون پول گرفته، خب لازم داشته، وثیقه هم نداشته. میبینین الان تو جدول به اسم سه تا شرکت، سون قشم، روشه قشم و توسعه تجارت مرین، 3270 میلیارد ریال پول از بانک سرمایه گرفته پس نده. اولین شرکت، شرکت توسعه تجارت مرین، شرکت سهامی خاص، همشون هم سهامی خاص هم مال خودشون. شرکت توسعه تجارت مرین قدیمی ترین از مجموع شرکت های سید محمد امامی است که در سال 85 تأسیس شد. فعالیت آن در حوزه نساجی است و از سال 90 با ورود سید محمد صادق و سید احمد هاشمی شاهرودی آدم چجوری تحمل باید بکنه همینجوری همین وضع. اولین شرکت، شرکت توسعه تجارت مرین، قدیمی ترین مجموع شرکت های سید محمد امامی است که در سال 85 تأسیس شد. فعالیت آن در حوزه نساجی است و از سال 90 با ورود سید ادیبه، سید محمد صادق و سید احمد هاشمی شاهرودی به شرکت توسعه تجارت مرین و عضویت آنها در هیئت مدیره، فعالیت اقتصادی امامی شکل جدیدی پیدا میکنه. حلقه وصل سید محمد امامی با احمد هاشمی شاهرودی، سید محمد باقر هاشمی شاهرودی فرزند مرحوم آیت الله شاهرودی و همکلاسی دوران نوجوانی محمد امامی بوده است. شرکت های دیگه هم دقیقاً همین آدم ها هستن، با یک آدرس ثبتی، یک آدرس واحد که همون آدرس تصویرگستر پاسارگاد است که تهیه کننده سریال شهرزاد بود متاسفانه. تنها باری که از سید احمد هاشمی شاهرودی در پرونده‌های اقتصادی یاد شده مربوط به خیرالله بیراون مدیر عامل پیشین بانک سرمایه بوده که گفته است در تهاتر ملک لواسان که متعلق به آقایان شاهرودی امامی بود، گزارش کارشناسی این ملک برخلاف روال در بانک‌ها با عنوان مدیر عامل پاسخ داده شده. در این نامه ارزش ملک 45 میلیارد تومان کارشناسی شده، اما در نامه بعدی با همان شماره نامه، اینو میگن جعل، اما با کارشناسانی متفاوت و امضای دو کارشناس دیگر، ارزش ملک مذکور 205 میلیارد تومان کارشناسی شده، در پرونده تپانده شده است. یعنی چی؟ یعنی 45 میلیارد تومان کارشناسی اول بود و حالا با کلی پول گرفتن و اینا و این داستانا بعدن میرن میگن این که به درد نمیخواد 45 میلیارد تومان، برو یه بار دیگه بزن دوباره با همون شماره نامه هم بزن که بزنیم جای اون نامه. 205 میلیارد تومان به جای 45 میلیارد. سال 96 یا 95 محمود صادقی نماینده مجلس اعلام کرد اگر تا 48 ساعت بدهکاران کلان بانک سرمایه بدهیشون رو ندن اسمشون رو علنی میکنم. بدهیشون رو ندادن، صادقی اسمشون رو افشا کرد. ببینین اسم رو دیگه، یه عده اینا اصلا ردی ازشون نیست هنوز. عقیلی، متقی، شاملوی، حمید حاتمی پور، عقیلی 137 میلیارد و 486 میلیون و 900 هزار تومان، نزدیک 137.5 میلیارد تومان دو فقره وام پس نده گرفته، اصلا هیچ کی نمیدونه کجاست. مثلا متقی چون اسم کوچک ندارد بانک نتوانسته پیدایش کند، یک فقره وام پس نده گرفته مجموعاً 183 میلیارد خورده تومان، هیچ کی نمیدونه کجاست، نمیشود پیدایش کرد. شاملویی از این فرد به دلیل ذکر نشدن نام کوچک سابقه‌ای در اینا، مال این گزارش تفاوض مجلس ها اینن دارم براتون میخونم، از این فرد به دلیل ذکر نشدن نام کوچک فامیل شاملویی سابقه‌ای در دست نیست و بانک و دستگاه نظارتی و دستگاه قضایی و هیچ کی نتونسته طلبش رو پیدا کنه، ولی میومده و میرفته چهار فقره وام گرفته مجموعاً 515 میلیارد تومان و 23 میلیون تومان.
515 میلیارد تومان، همینا بی وثیقه. یکی دیگه شون اسم کوچیکم داره اما وجود ندارد، حمید حاتمی پور، تو همون لیستی که دیدین، فهرستی که دیدین، با وجود آن که مبلغ 222 میلیارد و 638 میلیون تومان قرض پس نده از بانک سرمایه گرفته، هیچ سرنخی از اون نیست. توی گزارش در خود تفاوض نمیشته، هیچ سرنخی ازش نیست. اسم کوچیک فلان حمید حاتمی پور روشن هم از کی گرفته، چقدر گرفته فلان. بعد ببینین مدیر عامل، اینم بگم تموم کنم، مدیر عامل به مدیراش میگه وثیقه نگیرین اصلا، بدین همینجوری. سلمانی یکی از متهم ها در 21 جلسه دادگاه میگوید در مورد 13 فقره از 22 فقره شرکتی که گفته میشود می نوشتیم موافقت با شعبه به شرط تأمین فلان مبلغ یا ملک و غیره، که آقای بخشایش مدیر عامل با عصبانیت ما را صدا زدند و فریاد می زدند که چرا مدام می نویسید وثیقه ملکی؟ مگر شما ملاک هستید؟ به بازاری و تاجر به وثیقه وام می دهند یا به اعتبار؟ ببینید غیر از این که هر کی تو خیابون رد می‌شد یه پولی بهش می‌دادن، ازش روی سندی امضا می‌گرفتن که پر از این موارد در گزارش‌های دادگاه و گزارش تحقیق و تفاوض مجلس. آدمایی هم که سیاست‌گذار بانک بودن مطلقا صلاحیت این کارو نداشتن، اگه بگیم در شرایط بسیار مثلا بسیار غیر دزدی می‌خواستن کار بکنن، صلاحیتشو نداشتن. فقط همه به هم احتیاج دارن تا غارت کنن، هر کی باشه، از میدون تربار تهران گرفته آقای رفیق دوست بیاد تا نمیدونم دکتر سیف و از اون ور دکتر فلان و مهندس فلان و بعد این یکی که الان براتون میخونم. ببینین توی یکی جلسات دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمد سلمانی علایی فرزند رجب علی خواست تا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق 22 فقره خیانت در امانت به مبلغ 965 میلیارد و 365 میلیون و فلان تومان، یعنی نزدیک 1000 میلیارد تومان، با حضور در جایگاه از خود دفاع کند. افتاد 1000 میلیارد تومان کو بده دیگه. محمد سلمانی یک که حرفاشو براتون میخونم. من در یک خانواده فقیر زندگی کردم و پدر و مادرم خادم مسجد بودند. خودم از کودکی تعزیه خان بودم. در ابتدا به عنوان مستخدم وارد بانک شدم. شبانه روزی کار میکردم و درس خوندم و دیپلم گرفتم تا کارمند شدم. از سال 68 20 فقره تشویقی و سفر مکه و مشهد و اینا دارم. در سال 87 رئیس شعبه درجه 3 کریم خان بودم و مشتری های برندی آوردم که برای بانک جذب سرمایه کنند با دیپلم. در سال 90 به سرپرستی شعب ارضی و مناطق آزاد و ریاست حوزه 10 منصوب شدم. در سال 92 به عنوان عضو کمیته اعتبارات منصوب شدم و سال 93 مدیریت امور شعب به من واگذار شد. کشور شایسته سالاره دیگه، مهم نیست این چیزا، تقوا به قول امام خمینی مهمه، علم خوب نیست. درباره حسین هدایتی توضیح میده، حالا توضیح کوتاهی وقت داشته باشی میدم براتون ادامه صحبت. چه میگه؟ آقای حسین هدایتی رو دو بار بیشتر ندیدم و به من گفتن ایشان بدهی دارد، کمک کنیم بدهی خود را پرداخت کند. در خصوص 5 شرکت برنج محسن در تاریخ 5 اسفند 94 از این 5 شرکت 229 میلیارد تومان پول نقد گرفتم و الباقی رو خواستم که طی 8 قسمیان پرداخت کنند. این نبود که ما سوء نیت داشته باشیم، ما سادگی کردیم، حمال بودیم، چون نیاز داشتیم برای امرار معاش کار کردیم. تو این مافیای ثروت یه نکته‌ای بگم کوتاه که ناراحت کننده هم هست، البته حالا این آخر برنامه، بعد پرده آخر هم البته داریم، این است که حذف و قتل آدم ها همیشه گفتم که یک روال بدیهی است، اصل منافع رئیس مافیاست و رأس قدرت. حمید حاجیان قبلا اشاره کردم وکیل حسین هدایتی در دادگاه بانک سرمایه بود، یکی از مقتولان همین مافیاست. حاجیان
سال 84 راننده آژانس بوده در خیابان بیژن میرداماد. پنجم اردیبهشت 98 به ضرب گلوله کشته میشه. موقع کشته شدن 2500 میلیارد تومان داراییش بوده. از کجا آورده بوده؟ یه پرونده پولشویی واسش وا شده بود که قرار بود بره دادگاه. نیم ساعت قبل از دادگاه نزدیک محل کارش به ضرب گلوله کشته شد. کیا کشتنش؟ شاید هویت کسی که به اسم کارتون خواب در دادگاه سرمایه مطرح بود و دنبالش میگشتن و البته بعد معلوم شد که شاید هویت اون بهش وصل بوده. تو دادگاه گفتن 5 تا شرکت سوری به اسم یه کارتون خواب زده شده. هویت اون کارتون خوابو چون مربوط به پرونده حسین هدایتی میگم دولابی، هویتشو قاعدتا باید حسین هدایتی هم میدانسته و بداند از اول، اما لو نمیده مثل خیلی از ارتباطات دیگش. وقتی حاجیان احضار میشه، همون وکیل، نیم ساعت قبلش کشته میشه. چرا؟ چون ترس مافیای سربت که یکیش بازی بانک سرمایه است باعث میشه که بکشنش. کارتون خواب نزدیک یه سال بعد هویتش فاش میشه. آقای امین کریمی متواریست، رفته لندن. تا اینجاشو میتونن میگن، نه میگن، نه همشو میتونن. همون کارتون خواب است مثلا آقای امین کریمی، درست گفتم اسمشو؟ امین کریمی، آره. این وسط فقط یک خونی ریخته شد. هیچ کس نفهمید که با تلفن همراه حاجیان که ضبطش کردن، اسنادی که همراهش بود، اینا و میخواست بره دادگاه و میخواست حرف بزن، پلیس و دستگاه قضایی چه کرد با اینا؟ کجا میخواد دوباره بره سر کیو ببره؟ احتمالا همه اون اطلاعات داره الان به عنوان اسناد باجخواهی خورد مافیاهای قدرت دست به دست میشه. حالا کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، برن سرمایه گذاری بکنن تو ایران، گذرشون میفته به هر حال به افرادی از همین مافیاهای قدرت که دقیقاً به رأس هرم قدرت که من تو این برنامه مختصراً گفتم وصل میشن. و بعد خب اگر همکاسه اینا باشن قطعاً همراهشون میشن، و اگر همکاسهشون نباشن، نمونه حمید حاجیان نمونه روشن است و نمونه تمام کسایی که اعدام کردن از جمله امیر خسروی. بریم پرده آخر. حجت ابن الحسن که تشریف میاره، یک عده وقتی ندا میاد روز جمعه از کنار خانه کعبه، دلا اینجا باشه، یک عده میرن شب اینجا خوابیدن، مفقدون علا فراشه، میبینن کنار خانه کعبه، چش باز میکنه اونجاست. یک عده تیل عرض میرن، یک عده رو ابر میرن. حضرت سوال کردم ایمان کدوم بالاتره؟ فرمود اونایی رو ابر میرن. شب و روزگار خوش.